دهند. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. درود فراوان دارم به همه میهن یاران، عزیزانی که رسانه محترم میهن رو به طور مرتب دنبال میکنن، و همچنین عرض ادب و احترام دارم به عزیزان روشن فکر، واقعا کسانی که برنامه بنده رو دنبال میکنن و با پیام ها یا با ایمیل هاشون نقطه نظراتی رو به اشتراک میگذارن. من خیلی خوشحال هستم از این فرصتی که برای تبادل آرا فراهم شده و بایستی سپاسگزار آقای بهبانی عزیز هم باشم. ببینید دوستان، من ایمیل ها رو که 100% میخونم و آنچه که به نظرم برسه در ارتباط با اون صحبت هایی که شما مطرح میکنید به اطلاع میرسونم. کامنت ها رو هم میخونم، یعنی تصمیم گرفتم بخونم و تا اونجایی که در حد توان و بضاعت هم باشه اونها رو سعی میکنم روشن بسازم. البته برخی موارد کامنت ها واقعا من نمیدونم باید چی بگم، یک حرفای گاهی اوقات بحثی رو مطرح میکنن که هیچ ارتباط هستن به عرض بنده نداره. به هر حال سعی میکنم اونها رو دیگه نادیده بگیرم و واقعا خیلی خیلی خوشحال هستم که میبینم عزیزانی با روشن فکری واقعا عمیق و تصورم بر این هست، باورم بر این هستش که با هوشمندی و با فریختگی کامل دقت دارم و درایت دارم روی مسائل اصلی که ما در جامعه امروز ایرانی خودمون با اون مواجه هستیم. من خیلی تشکر میکنم از این هستن که راهنمایی میکنن، بحثایی رو مطرح میکنن و غیره. برای این هفته من ناگزیر هستم که یک موضوع خاص متمرکز نباشم، چرا که هم از جانب کامنت هایی که دریافت شد و یا ایمیل ها دیدم که 5 نکته اصلی یا 5 مورد اصلی میبایستی مورد توجه قرار بگیر و تا جایی که ممکن هست اونها توضیح داده بشن. اینها مواردی هستن که به شرایط امروزین ایران و بعد عرض بکنم که سرنوشت آینده ایران مرتبط هستن. 5 موردی که دوستان عزیز به اطلاع بنده رسوندن اینها هستن. اولیش مربوط هست به تصمیم دادگاه سعودی در مورد محاکمه های حمید نوری و موضوعی که به همت آقای مصداقی گرامی و دوستان محترمشون به نقطه روشن رسید و جای امیدواری بسیار زیاد رو برای عزیزان هموطنم در واقع فراهم آورده است. بسیار عالی. یک مورد هست که من باستی ناگزیر یک مقدار راجبش صحبت بکنم در یک حدی که البته فرصت هست. موضوع دیگری که دوستان بهش اشاره کرده بودن بحث پارلمان بلژیک بود. موضوع سوم، یک دوست عزیزی فرموده بودن که اگر بشد به بحث استرداد آقای جولیان آسانج هم پرداخته بشه. 2 بحث دیگه مطرح بود توسط 2 دوست، یکی بحث دفاع پیش دستانه هستش یا حمله پیش دستانه، و در نهایت موضوع داستانی که امروز در ایران بعضی ها میگوین قطب بندی میانه مردم، که بنده با اون کاملا مخالف هست. پس 5 موضوع رو بنده ناگزیر هستم مورد توجه قرار بدم، ولی برای اینکه بشه میانه این 5 موضوع یک حالت انسجامی برقرار بشه، من سعی میکنم که موضوع مرتبط با تصمیم پارلمان بلژیک و محاکمه آقای حمید نوری رو در کنار هم بگذارم و یک پارالل های یک خطوط موازی رو از درون در بیارم و خدمت از آن توضیح بدم. خب این بخش صحبت بنده ممکن است یک مقداری با بحث پیشین تداخل داشته باشه، در این حال ممکن است یک مقداری سخت باشه و من ناگزیر میبایستی از واژه های استفاده ببرم که ممکن است برای همه عزیزان این واژه ها آشنا نباشن. پوزش میخوام، ناچار هستم که این کار انجام بدم. بعد موارد دیگر رو
مورد آقای جولیان آسانج رو هم به این مسئله مطرح، به همون اولی مطرح وصل میکنم و بحث قطبندی شدن یا نشدن و دفاع پیش دستانه رو در آخر صحبت هم خدمت شما تا اونجایی که توان داشته باشم توضیح میدم. ببینید همونطور که شما در جریان هستید، به حال مجلس نمایندگان پارلمان بلژیک اون لایحه تقنینی توسط دولت در خصوص استرداد رو اومد تصویب. خب البته بعد هم یک حکمی در دادگاه، یک حکمی توسط یک دادگاه در بلژیک تا کنون مانع از استرداد آقای اسدالله اسدی به ایران شد. خب این پیش‌زمینه‌ای هستش که ما هممون داریم و در اخبار پیگیری کردیم و در حال هر کدام به نوعی نسبت به اطلاعاتی رو کسب کردیم. موضوعی که بنده میخوام اینجا خدمت شما توضیح بدم صرف نظر از اینکه پارلمان بلژیک چه تصمیمی گرفته است و یا نگرفته است، بحث خود استرداد هست. میخوام این رو توضیح بدم چرا که این بحث به محاکمه حمید نوری هم ارتباط پیدا میکنه و در نهایت به بحث جولی آسانج هم که اون خانم محترم یا آقای محترم خاطرم نیست ببخشید مطرح کرده بودن ارتباط مستقیم داره. بنابراین من این سه تا موضوع رو میذارم کنار هم دیگه: تصمیم مجلس نمایندگان بلژیک، رأی دادگاه سوئدی در مورد حکم حبس ابد آقای حمید نوری و در نهایت قضیه آقای جولی آسانج. ما این سه تا که کنار هم دیگه بگذاریم به دو مفهوم بنیادین حقوقی، البته ارزم بیشتر حقوق بین الملل هست و به ویژه حقوق بین الملل کیفری برخورد میکنم. این دو موضوع رو قصدم این هستش که یک بار دیگه اینجا باز بکنم، هرچه که در قبل بحثی در زمینه شده است. اولین موضوع که به هر سه کیس، هر سه مورد مربوط میشه، یک قاعده ای هستش در حقوق بین الملل، البته عرض کنم در حقوق جزای بین المللی، به نام یا اصل هست به نام اصل مجازات کردن یا مسترد داشتن. یک واژه لاتین داره که من اینجا نمیخونم واژه لاتین رو، اگر دوستان علاقمند باشن نوشته های بنده، تمام عرض بنده در تلویزیون خدمت شما میام اینجا ایراد میدارم، سعی میکنم اینها رو من بنویسم، خیلی مفصل مقالاتی رو تهیه میکنم که اینها به چاپ میرسه در منابع مختلف، اگر علاقه من باشید خوب میشه اونجا دنبال کرد. اصل مورد پیگر قضایی قرار دادن یا مسترد نمودن جنایتکار یک بحث نسبتا قدیمی هستش در حقوق بین الملل. ریشه های این بحث یا این اصل بعد از بکنه، ریشه های این اصل رو مستی رفت در آراء گروشس، هوگو گروشس، بهش میگن گروسیوس فکر میکنم، در آراء گروسیوس بریم جستجو بکنیم، اون عالم حقوقدان بین الملل هلندی قرن 16-17، در کتاب جنگ و صلح یک بحث رو ایشون باز میکنه و توضیح میده، میگه که کسانی که نظم بین المللی را به مخاطره میاندازن و اون را نادیده میگیرن، اینها مرتکب بی‌عدالتی میشن. البته آقای گروشس این بحث رو از ارسطو به آریت میگیرن، از فلاسفه پیشی، اما اساس گفتمان این هستش که اگر کسانی در جامعه بین‌المللی در حیات با هم بودن همه ما در پهنگیتی، اگر کسانی بخوان به مکنت، به ثروت، به قدرت برسن به گونه ای که یک چنین توفیقی برای اونها همراه باشد با اذیت و آزار و زحمت برای دیگران، این افراد ناقض عدالت طبیعی بین‌المللی هستند. گروشس در کتاب جنگ و صلح میگه که اگر کسی بخواهد قواعد
حقوقی بین المللی که به طور طبیعی در متن هستی انسان و روابط انسانی قرار دادن را نادیده بگیرن، اون فرد مرتکب بی عدالتی شده است، در واقع مرتکب نوع جنایت نسبت به حقوق منافع همه مردم شده است. استدلالی که گورشس مطرح میکنه این هستش که میگه هر انسانی با فهم صحیح میتواند مفهوم عدالت را درک بکند. در این زمینه شاید میشه گفتش که هر انسانی با عقل سلیم، یعنی با عقل روشنگر، میتواند مفهوم عدالت را درک بکند و بداند که عدالت بین‌المللی زمانی میتواند استقرار پیدا بکند که نظم حقوقی مشخصی و رفتار و روابط میان دولت‌ها حاکم و ناظر باشد. از عقل سلیم یا عقل انسانی، توان انسان برای فهمیدن، در واقع توضیح دهنده این حقیقت هست از دید اون حقوقدانان کلاسیک که میبایسته نظم بین المللی محفوظ بماند. حالا این نظم چی هستش؟ نظم به سادگی این هستش که دولت ها میبایستی تعهداتی رو در قبال ارزش های جامعه بین المللی مثلی به عهده بگیرن. حالا اگر ما برگردیم به اون عصر پیشین، عصر کلاسیک، قرن 16، 17 و بیام جلوتر، فرضاً میریم که از نمونه های بارز مواردی که میتواند ناقض ارزش های جامعه بین الملل باشد، فرضاً نمونش دزدی دریایی هست به عنوان مثال، که البته بعدها این موارد توسعه داده شدن به چیز نزدیک به 24 نوع اقداماتی که ذاتاً و کیفیتاً دارای ماهیت جنایتکارانه هستند. گروشس میگه که پس اونهایی که می آیند اقدامات خودسرانه انجام می دهند، تمامیت از دیگر رو تهدید می کنند، در کار دیگران مداخله می کنند، دست به عملیات تروریستی می زنند، جنگ تجاوزکارانه آغاز می کنند، دیگر رو تهدید می کنند و امثال هم، اینها در واقع با نادیده گرفتن عدالت بین المللی، نظم بین المللی که لازمه همزیستی مسالمت آمیز برای همه مردم در کشور جهان هست، رو میان نقض میکنن. بنابراین مرتکبین این نوع اقدامات اینها جنایتکار هستند. بنابراین گروشس یک فرمول رو ابداع میکنه و میگه که بیایم اینها رو، یا حالا هر کشوری البته، این افرادی که مرتکب جنایت میشوند رو، اینها رو محاکمه بکنه یا به کشور دیگری که توان محاکمه کردن دارد آنها را مسترد نماید. این بعدها معروف شد، آن زمانی که البته گروشست این اصل رو مطرح کرد در کتاب جنگ و صلح، اسمش گذاشته بود Prosecute or Punish. اون فرد رو یا اون افراد رو یا تحت تعقیب قضایی قرار بدید، حالا به هر طریقی که ممکن هست، و یعنی که اونها رسما تنبیه بکنید، به سزای اعمالشون برسانید، به خاطر که اینها حیات بین‌المللی و ارزش‌های خانواده بشری و آرزوهای انسان‌ها برای داشتن یک رابطه سالم و انسان دوستانه را اینها میان از بین میبرن و نقض میکنن. پس ریشه های این قاعده و اصل حقوقی که اگر فردی مرتکب جنایت بین‌المللی میشود، آن فرد باید محاکمه شود یا مسترد شود، برمیگردد به آرای هوگو گروشس و بعدها واتل. واتل هم از دیگر حقوقدان کلاسیک این بحث رو اومده بیشتر باز کرد. خب صرف نظر از ابعاد به اصطلاح توریک یا علمی یا داکترینال مورد، ما میبینیم که بعد از جنگ جهانی دوم در دادگاه نورنبرگ و همچنین تو کیو، قاعده مجازات کردن یا مسترد داشتن کسانی که مرتکب جنایت بین‌المللی میشوند این مورد تصدیق قرار گرفته است. بعدها سازمان ملل متحد در یک قانونی به نام جنایت علیه صلح و امنیت بشری، درافت کد، ببخشید یه لحظه فراموش کردم متن انگلیسیش رو، در این
پیشنویس آن قانون Crime Against Peace and Security of Mankind ببخش الان یاد آمد کمیسیون حقوق بین الملل در درفتی که تهیه کرد در پیشنویسی که در خصوص این قانون تهیه کرد یا این مقاول نامه تهیه کرد به صراحت بیان داشت که همه اعضای جامعه جهانی همه دولت ها موظف هستند این نوع جنایتکاران را به سزای عمل خودشون برسن اینها را بیان مورد پیگرد قضایی قرار بدن یا اگر خودشون میخوان مورد پیگرد قضایی قرار ندهند یا توان آن را نداشته باشند اون فرد رو بیان مسترد بکنن به کشوری که دارای صلاحیت و توان محاکمه کردن اون فرد را دارد اینجاست که این قاعده پا به عرصه ظهور گذاشت و امروز بسیار توسعه یافته است خب حالا چه کسانی میبایستی مشمول این اصل باشن؟ اونها کسانی هستن که مرتکب جنایت بین المللی شدن قبلا در بحث پیشی من شاید چند بار این موضوع رو توضیح دادم و پوزش میخوام اگر که احیانت برای عزیزان تکراری هست من خوبه باز یک یادآوری هم بشه ماهیت جنایی بودن عمل از نقطه نظر اتصاف به واژه بین المللی بودن به این معنا هست که فرد خاطی یعنی جنایتکار دست به عملی میزند که منافع کل خانواده بشری را نادیده میگیرد زیر پا میگذارد و به اون خیانت میکند این میشه جنایت بین المللی باید عرض بکنم که جنایت بین المللی بنابراین به این معنا هست اقداماتی که ارزش های بین المللی رو نادیده میگیره بنابراین مسئولیت حاصل از نادیده گرفتن ارزش های بین المللی توسط هر کسی هر دولت که بخواد باشد اون مسئولیتی هستش که در واقع همراه هست با نوع پاسخگویی در مقابل یا در برابر آحاد خانواده بشری باز عرض بکنم منظور بنده این هستش که اگر یک جنایت بین المللی اتفاق بیفتد که من در یک لیست بسیار معتبری که دارم در نوشته هام حداقل 24 مورد جنایت رو میشه لیست کرد که اینها مورد تایید کمیسیون حقوق بین الملل هم قرار گرفته است اگر شکلی از این جنایت ها اتفاق بیفتد معنیش این هستش که حتی اگر کشور صدمه دیده هم رضایت بده بگه خیلی خوب من فراموش میکنم یک کسی اومد به خاک من تجاوز کرد یک کسی آمد نمیدونم حتی درون کشور مردای میهن من رو کش نابود کرد فرزند آقای حمید نیرو اومد مردم رو کش خیلی خوب من ازش بگذرم اشکال نده ما فراموش میکنیم جامعه بین الملل میگه که نه اون قاعده که باشم عرض کردن قاعده پرسیکیوت اور اکسترادایت قاعده اون رو مورد پیگرد قضایی قرار بدید یا مسترد نمایید میگوید که حتی اگر جامعه آسیب دیده و قربانی هم رضایت بدهد که اون فرد بخشیده شود اون فرد نباید بخشیده شود چرا؟ به دلیل اینکه عمل جنایت نقض فاحش حقوق و ارزش‌های جامعه بین‌المللی بوده است و نه سیستم بین‌المللی دولت‌ها اینها دو تا مفهوم هستند ما یه موقع میگیم سیستم بین‌المللی دولت‌ها یعنی خود دولت‌ها بازیگران اصلی هستند یه موقع میگیم جامعه بین‌الملل اینترنشنال کامیونیتی جامعه بین‌المللی در برگیرنده دولت ها سازمان های بین‌المللی بین دولتی خصوصی و بازیگران غیر دولتی و حتی افراد هست بنابراین فردی که فرضاً آمده است دست به جنایت زده است زندانیان رو در زندان شکنجه کرده به زنان ظلم کرده تبعیض کرده نمیدونم با هستی آبرو ناموس بران بازی کرده و این همه جنایت های سهمگیر رو مرتکب شده حتی اگر قربانیان هم اجازه بخوان فر رو ببخشن
و فروگذاری بکنه از گناهش، جامعه بین المللی نمیتواند اون فرد را اجازه بدهد که از زیر بار مسئولیت فرار کند. این داستان اصلش در اینجا شروع میشه. ولی من هنوز وارد بحث صلاحیت جهان شمول نشدم، چون دیدم دوستان در تلویزیون در جای دیگه میگن صلاحیت جهانی، نه بعد بگن صلاحیت جهان شمول به نظر من. هنوز من وارد اون بحث نشدم، بحثم اون اصل محاکمه کردن یا مستعد ساختن فرد هست. یعنی ما دو تا بحث داریم، اولیش اصل به صلاح مرده پیگر قضای قرار دادن یا مستعد کردن، دومی صلاحیت جهانشون. من فیلن دارم اول به توضیح بدم. جالب این استش که کمیسیون حقوق بین الملل در گزارش های مفصلی که تهیه کرده است تأیید کرده است و پذیرفته است که اصل تحت تعقیب قضایی قرار دادن جنایتکار یا مسترد داشتن اون فرد به یک کشور صالح یا یک دادگاه صالح بین المللی، این قاعده یا اصلی است که با منافع جامعه بین المللی ارتباط دارد. چرا؟ برای اون که اون فرد مرتکب جنایتی شده است که اون جنایت همطوری که بارها خدمتش مرز کردم ارزش های متعالی کل خانواده بشری رو نادیده گرفته است. البته ما اسناد حقوقی زیادی داریم، منطبعا اینجا میخوام یه مقداری متمرکز بشم روی کمیسیون حقوق بین الملل. کمیسیون حقوق بین الملل در واقع اصیل ترین معتبر ترین نهاد حقوق بین المللی جهان هست که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد تأسیس شده است تا دست به قانونگذاری موضوعاتی بزند که اینها ارتباط دارند با منافع جامعه بین المللی. بنابراین اون حقوق دانان کمیسیون حقوق بین الملل که برای یک دوره 3 سال از میان برجسته‌ترین متفکران انتخاب می شوند، اینها نظریاتشون صائب هست، نظریاتشون دقیق هست. بنابراین کمیسیون حقوق بین الملل در گزارشات بسیار مفصلی که تهیه می کند توسط گزارشگر مخصوص در باره موضوعات مختلف، در خصوص این بحثی که ما اینجا داریم، یعنی اصل محاکمه کردن یا مسترد داشتن، گزارش بسیار مبسوطی رو تهیه کرده که شما میتونید به راحتی رو سرچ بکنید. فقط تایپ بکنید International Law Commission بعد ویرگول بزنید و بزنید مثلا Prosecute or Extradite و بعد گزارشات مفصل کمیسیون رو اگر مطالب فرمایید به عرض بنده بیشتر برسید. خب این اصل خودش متأثر از یک ضابطه هایی هستش. خب من در بخش اول عرایزم خدمت شما توضیح دادم که جنایتکار میبایستی به سزای عملش برسد حتی اگر قربان یا قربانیان همون رو بخوام ببخشن. این حتی اگر خانم های ایرانی، بانوان عزیز، کسانی که در زندان ها به سر بردن، شکنجه شدن، جانش رو از دست دادن، به اشکال و انهای مختلف اینها دارای صدمات جسمی، بدنی، روحی و امثال هم شدن، حتی اگر اینها هم بگن خیلی خوب ما اون فرد خاطر رو میبخشیم، جامعه بین المللی نمیتواند او را ببخشد. چرا؟ به خاطر اینکه اون بخشش از ناحیه اون قربانی نمیتواند التیام دهنده دردی باشد که جامعه بشری رو در بر گرفته است. بنابراین این بعد اصل محاکمه کردن یا مسترد داشتن دارا یک ویژگی بسیار بالای اخلاقی است، یعنی نرماتیو هنجاری است. میگوید که باید برای حفاظت از منافع خانواده بشر اون فرد رو مجازات کرد. با این یک بایستن است که از آن امکان هیچ نوع تر رفتن وجود ندارد. به اضافه این که بلاز اخلاقی گفته می شود که جنایت های بین المللی اونگونه که بنده خدمت شما عرض کنم و از عزیزان خواهش میکنم که با دقت به
این عرض بنده عنایت بفرمایید این استش که اونهایی که این جنایت ها رو مرتکب شدن که وجدان بشری رو دچار تعلم و تأثیر ساخته است، این افراد باید محاکمه بشن و این صدای جامعه بین المللی است، این خواست همه انسان ها در جامعه بین المللی است. البته بنده قطعا میپذیرم که در نظام بین المللی دولت ها اجرای این قاعده با موانع بسیار متعددی همراه هست. بنده رو قطعا میپذیرم حتما و خیلی مشتاق هستم که از سری فرصت بتونم توضیح بدم که چگونه ما میتوانیم بر این مانع اصلی غلبه بکنیم. اما فعلا تقاضا این است شما این عرض رو بپذیرید که اصل محاکمه کردن یا مسترد داشتن یک اصلی هستش که امروز به عنوان یک نرم حقوقی رفتاری مورد تأیید جامعه بین‌المللی قرار گرفته است. منابع این اصل چی هست؟ پرسش اساسی. منابع اصلی یک چنین قاعده چه هست؟ یعنی چرا ما بس این قاعده رو بپذیریم و چگونه میتونیم آن را توضیح بدیم؟ در عرض پیشینم به منابع نظری یا داکترینال پرداختم، گفتم فرضاً ما میتونیم بریم در آراء نویسندگان مثل هوگو گروشس، مثل واتل، افسالهم، میتونیم بریم نها جستجو بکنیم، میتونیم به اپنیا جوری نگاه بکنیم، به یعنی که متخصصان و متفکران حوزه حقوق بین الملل چه اظهار نظرهایی را بیان داشتن. و اگر شما این رو در نظر بگیرید و بعد نگاه بکنید به ماده 38 اساسنامه دادگاه دادگستری بین المللی، در میابید که اون ماده 38 تصدیق می کند و به رسمیت می شناسد که نظر علمای حقوق بین الملل، اساتید، محققان و پژوهشگران حقوق بین الملل خود این منبع حقوق بین الملل است. یعنی اگر آقای واتلی حرف زده، گروشس حرف زده، فرد دیگری حرف زده یا بنده الان این استدلال رو می کنم، ماده 38 اساسنامه دادگاه دادگستری بین المللی پذیرفته است که این نظریه ها منبع حقوق بین الملل هستند. پس باید اون رو بین یک قاعده پذیرفت و جامعه بین المللی می بایستی به این سمت سو حرکت بکنه. البته همین بحث حقوقی یک مقدار دنباله دار میشه و میگوید که این نظریه ها مبایستی تأیید کننده اصول رفتاری ملل متمدن باشن، یعنی مللی که یاد گرفتن استدلال بکنن و اینکه صحبت بکنن و هم دیگه گفتگو بکنن با ادب و با تواضع و از هم دیگر یاد بگیرن. خیلی جالب هست که ما تو بحثای حقوق بین الملل این موضوعات رو میتونیم دنبال بکنیم. فرضا میگن فحاشی نکنید، بی ادبی نکنید، اعتقادات مردم به سخره نگیرید. یعنی خود بنده اگر بخوام بگم که به این دلیل با اون رویه فرضاً مسئله در کشور مخالف هستم، توضیح میدم چرا مخالف هستم بدون اینکه بخوام حدک و حرمتی به کس داشته باشم. حقوق بین الملل میگوید که نظریه هایی که توسط متفکران، برجستگان، پژوهشگران، اساتید و غیره ایراد میشود، بیان میشود به شکلی متمدنانه و مستدل و سنجیده و روشنگر، اینها منابع حقوق بین الملل هستند. لذا اگر گفته میشود که فردی به دلیل ارتکاب جنایت بین المللی که تو حوزه خبرش رو عرض کردم گفتم چنو جنایتی هستن، اگر فردی اون مرتکب اونو جنایت ها میشد، اون فرد باید مجازات شود یا مسترد شود. در درجه اول این قاعده این اصل مبتنی است بر نقطه نظرات متفکران و نویسندگان در مافلاک. اما منابع دیگری هم بر این اصل مبتنی ما در نظر بگیریم. منابع دیگر چی هستن دوستان عزیز؟ ماده 38 اساسنامه دادگاه دادگستری بین المللی و اساس و بن و پایه حقوق بین الملل میگوید که عرف بین المللی هم میبایستی به عنوان منبع الهام قاعده مجازات کردن جنایتکار یا استرداد او مورد توجه قرار بگیره. عرف بین المللی چی هستش؟
یا حقوق عرفی بین المللی چگونه تعریف می شود؟ توافق به این شکل هستش که حقوق عرفی بین المللی بخشی از حقوق بین الملل هست که در رویه و رفتار دولت ها مشاهده می شود. مشروط بر اینکه دو عامل مهم در اون دخالت داشته باشند، درگیر باشند. اولین عامل این هستش که اون رویه دولت ها مستدام باشه، یعنی به طور مستمر باشد، سلکتیولی صورت نگیره فرضاً، و به طور عملی ابجکتیولی به طور عینی ما ببینیم که دولت هایی آمدن و فرضاً جنایتکارانی رو دستگیر کردن، اونا رو محاکمه کردن یا اونا رو مسترد کردن به کشور ذی‌صلاح یا دادگاه بین ذی‌صلاح. پس این تبدیل شده است به یک عرف بین المللی. فاکتور دومی که در تعریف عرف بین المللی در حوزه و بین الملل مورد نظر قرار میگیره این هستش که علاوه بر عامل ابجکتیو عینی، یک عامل سابجکتیو هم باید باشه. یعنی علمای حقوق باید پذیرفته باشن و تصدیق کرده باشن که عمل جنایت بین المللی است و جنایتکار باید به سزای عملش برسه. اینجاست که ما میبینیم نظریه علمای حقوق بین الملل بیاد همراه میشه و تکمیل میکنه قواعد عرفی بین المللی رو. بنابراین تا اینجا که من در خدمت شما هستم، دستگیر آقای اسدالله اسدی، آقای حمید نوری تحت تاثیر این اصل حقوقی بین المللی است. یک منبع سومی هم بسی یا منبع دیگری هم بسی برای توضیح این قاعده در نظر بگیریم و اون منبع سوم هستش که میتونیم ما اینجا به صراحت و روشنی بیان بکنیم که میبایستی مراجعه نماییم به معاهدات بین‌المللی، به قراردادها، به مقابل‌نامه‌ها و میثاق‌هایی که به خودشون الزام معاهداتی فراهم آوردن. فرضاً اگر که شما برید به مقابل نامه فرضاً منع اشکال همه اشکال تبعیض نژادی علیه زنان مراجعه بفرمایید، یا قاعده یا مقابل نامه بین المللی برای شکنجه رو فرضاً شما مطالبه بفرمایید، یا از همه مهمتر نگاه کنید به مقابل نامه بین المللی سال 1997 در خصوص سرکوب بمبگذاری تروریستی، یا حتی مقاورنامه بین المللی سرکوب تروریسم بخش فاینانس کردن پشتوان مالی تروریسم. این مقاورنامه ها در برگیرنده یک قیدی هستند، یک بندی هستند که اون بند بیان می کند که کشورهای طرف معاهده می پذیرند، تصدیق می کنند و خود را متعهد می سازن که هر کسی دست به این نوع جنایت ها می زند را یا محاکمه کنند یا مسترد. حالا اگر ما خود جمع‌بندی بکنیم می بینیم که اصل حقوقی بین الملل، اصل کیفری بین المللی در مورد مجازات کردن فرد، یعنی تحت پیگرد قضایی قرار دادن و یا مسترد داشتن اون فرد، به عنوان یک قاعده بنیادین حقوق بین الملل کیفری امروز مورد قبول جامع بین المللی قرار گرفته است. بنابر سه دلیل، اولین دلیل که علمای حقوق تأکید کردن و استدلال کردن و ما هم استدلال می کنیم که این نوع جنایت ها نقض ارزش های مشترک خانواده بشری هست و جنایتکار باید مجازات بشه. این اولیش. دوم، حقوق بین الملل عرفی میگوید که وقتی ما به شواهد نگاه بکنیم، به رویه های دولت نگاه بکنیم، موارد متعددی رو میتونیم جستجو بکنیم که فرد جنایتکار فرزن محاکمه شده است یا مسترد شده است. من چندین کیس رو میتونم خدمت شما اینجا عرض بکنم، یا به نوشته هم نگاه بکنم، یا نوشته های تایپ شده در کامپیوتر. سومین دلیل بر این ارزمنده،
تعهدات قراردادی دولت ها هست. یه بار دیگه عرض بکنم، نظریه های حقوقی علما و متفکران حقوق بین الملل، دو حقوق بین الملل عرفی کاستمر اینترنشنال لا، و سوم تعهدات معاهداتی دولت ها. اگر شما این سه منبع رو کنار هم بگذارید و مراجعه بفرمایید به ماده 38 اساسنامه دادگاه دادگستری بین المللی، میبینید که کل و مجموعه حقوق بین المللی امروز پذیرفته است که بر اساس این سه معیاری که ما عرض کردیم هر کسی دست به جنایت بین المللی بزنه میبایستی مجازات بشه. نکته اینجاست، جنایت های بین المللی چه نوع جنایت هایی هست؟ بیایم نوعی که روش مانوف بدیم، حالا به تعبیر یا میکنیم بیشتر باز بکنیم. من سعی میکنم تا اونجا که ممکن هست ساده کنم و عرضم رو کوتاه بکنم به شما، زیاد خسته نشید. بخشی از این جنایت های بین المللی رو ما میتونیم بریم در فرضاً اساسنامه روم بخونیم 1998 که در واقع منشور دادگاه کیفری بین المللی است. یادت بفرمایید دادگاه بین المللی رو نمیاد، دادگاه کیفری بین المللی. دادگاه کیفری بین المللی اساسنامهش آمده است یک لیست تهیه کرده است و گفته استش فرضاً این موارد که در اینجا لیست میشه اینها جنایت های بین المللی هستند، یعنی جنایت هایی که مسئولیت حاصل از آن مرتبط هستند با منافع جامعه بشری و اگر قربانیان هم رضایت بدهند جامعه بین المللی آن فرد جنایتکار را نمیتواند ببخشد. راه هیچ فرقی بر اون وجود نداره و زیر هیچ عنوان مسئولیت هم نمیتونه قرار بگیره، مسئله دیپلماتیک یا مسئله سیاسی، هر چیزی از عهده اون فرد برداشته میشه، اون فرد جنایتکار. خمش ورس کنه بنابرای دلیلی که توضیح داده شد. خب این جنایت ها چی هستن؟ فرضاً میگن جنایت جنگ تجاوز کارانه بشه که یوسد بلوم، حالا این اصطلاح لاتین هست، میگوید که فرضاً اگر کشوری برخلاف تعهدات مندرج در منشور ملل متحد دست به عمل تجاوز کارانه نسبت به کشور دیگری بزند یا دائما کشور دیگر یا تهدید بکند که بله من تو رو میخوام روی کره زمین براندازم، تو رو محو بکنم، موشک میسازم روش میمیسم فلان و غیره، بر اساس منشور ملل متحد و بر اساس آن قواعدی که من شما عرض کردم، یعنی نظریه علمای حقوق، معاهدات بین المللی و عرف بین المللی، یک چنین کشوری و اونهایی که آمر این امر هستن، آمر تهدید به تجاوز، اونها جنایتکار بین المللی هست. یعنی این ساده نیستش که بعد ما خواهی اسرائیل رو از صف روزگار حذف کنیم، این حرف نیست، این بیان یک اراده جنایتکاران است و مسئولیت جنایی یک چنین نگاه نابخردانه این استش که جامعه بین المللی باید در مقابل اون جانیان موضعیت بکنه. بنابر ارزی که مجموع داشتیم گروه وارد جزئیاتش نمیشه شد به این سادگی در این عرض کوتاه بنده. بنابراین جنایت جنگ تجاوزکارانه یعنی دستن به جنگ یا تهدید به جنگ یا تهدید به کاربرد زور یا توطئه فرضاً علیه کشور دیگری که در منشور ملل متحد اینها ممنوع اعلام شده است، اینها از مصادیق جنایت های بین المللی است. جنایت های جنگی بهش میگن یوس این بلو، به لاتین یوس این بلو، یعنی اینکه اگر جنگی بین دو طرف درگیر هست یا چند طرف و یکی از طرفین یا چند از طرفین یا همشون قواعد مربوط حفاظت از جان انسان‌های بیگناه رو نادیده بگیرن یا تو دست به اقدامات وحشیانه بزنن، اون حرکت اونها هم جنایت بین‌المللی هست. به اون میگن جنایت جنگ تجاوزکارانه، به این میگن جنایت های جنگی. اینا دو نوع جنایت هستن با دو کیفیت، با دو ماهیت، با دو ویژگی، اما هر دو میشون جنایت بین‌المللی. جنایت جنوساید، کشتار مردم، جنایت شکنجه، جنایت سرکوب زنان، جنایت انواع اقسام جنایت هایی که شما میتونید در نظر بگیرید، جنایت علیه بشریت حتی من عرض بکنم،
مثل ری، مثل کشت، ببخشید، تجاوز به عنف، وارد کردن خسارت های جدی به سلامتی مردم طبق بند 11 ماده 7 اساسنامه روم. این همه جنایت های بین المللی تلقی می شود. پس حالا عرض بکنم در جمعنی که کسی که یک چنین جنایت هایی رو مرتکب می شن، اون فرد یک مفهوم انتزاعی نیست. نمیگویند که دولت ایران یا دولت لیبی یا دولت سوریه، جنایتکار اون فرد هستش. یعنی یک سویچ میشه از مسئولیت دولت ها، از مسئولیت دولت به مسئولیت فرد. فرد مشخصی که ابجکتیوی به طور عینی آمده است دست به این نوع جنایت ها زده است، مثل آقای حمدنوری یا هر کس دیگر یا آقای اسدالاسدی و امثال هم، اون فرد انسانی مرتکب این نوع جنایت سهمگین شده است و پس جامعه بین‌المللی صلاحیت دارد که او را به سزای عملش برساند و باید برساند. اینجا یک بایستن هستش که مستی حتما حتما بهش دقت داشته باشه. این بایستن رو، این بایستن رو در عرض قبلی خودم در جلسه پیش زیر عنوان ارگا اومنس ابلیگیشنز توضیح دادم و عرض کردم که یک سری تعهداتی از برابط جامعه بین المللی که اون تعهدات همه دولت ها را وامی دارد و باید ملزم بسازد که اقدامات خاص را انجام ندهند و اگر انجام میدن مسئولیتش را بپذیرند. چرا که اون تعهدات مربوط هستن به منافع کل خانواده بشری و هم انسان ها، شما و من. پس کسی که میاد جنایت بین المللی را بنابر ویژگاهی که مشخص کردم مرتکب می شود، او در مقابل جامعه بین المللی مسئول هست و باید به سزای عملش برسد. این بایستن، بایستن برای به سزای عمل خود رسیدن، اسمش هست قاعده اکسترادایت و پروسیکیوت. این فرمول ساده شد چندین بسا فرمول لاتین داره که من اینجا خدمت شما توضیح نمیدم، فقط همین انگلیسی و فارسی. یعنی اون جنایتکار می بایستی محاکم شود یا مسترد شود. چرا باید مسترد شود؟ چرا؟ میگم به خاطر اینکه ممکن استش که اون کشوری مایل نباشد او را مجازات کند، ببخشید محاکمه کند بنا هر دلیلی، رب مجازات کند، یا توان اون رو نداشته باشه. لذا معمولا خواسته میشه که اون فرد رو مسترد کنن به کشور ذی‌صلاح و یا دادگاه بین‌المللی. این اصلی هستش که هم در حوزه حقوقی سوئد مورد توجه قرار گرفته که آقای حمدنوری به موجب اون مورد محاکمه قرار گرفته و هم در دادگاه بلژیکی در مورد آقای اسدالله اسد. یک پرسش اینجا مطرح میشه که من به ذهنم رسید، خدمت شما عرض بکنم. یه لحظه تو ذهنم اومد، صرف نظر از منابع حقوقی بین المللی که این قاعده را توضیح میدهن که قبلا عرض کردم، یعنی نظر علمای حقوق، حقوق بین الملل عرفی و تعهدات معاهداتی، این پرسش مطرح میشد که اگر ما بخوایم یک جنایت رو واقعا اون بین المللی بودنش رو احراز بکنیم که خدمت شما توضیح دادم و بدانیم که چگونه یک دولت مستی متحد باشد که اون فرد را مورد پیگل قرار بدهد یا مسترد نماید، چه پیش زمینه ها یا چه منابعی در این بایستن کشورها وجود دارد؟ صرف نظر از اون مرخ مشمع ارز کنه و توضیح دادم که در ماده 38 اساسنامه دادگاه دادگستری بین المللی توضیح داده شده. ببینید میگویند که اینطوری شد توضیح داد که پاره از جنایت ها ماهیتا بین المللی هستن. یعنی فرضاً شما در نظر بگید که آقای حمید نوری اومدن به اتهام جنایت جنگی محاکمه کردن، به درستی من بارها رو پیگیر کردم و مصداق گرامی همین رو توضیح میدادن یا دیگر، حتما وکلا میدانستن که واسه چه کار کنه. بنده وکیل بین‌المللی نیستم، ولی خب حقوق بین‌الملل میدانم، بنان یک کس که توری میداند یا درس میده.
اما اگر ما بخوایم حتی کیس آقای فرزند حمید نوری رو به عنوان مثال، حتی آقای اسدالله اسدی رو اگر موفق شد اون رو کار بگذاره تحصیل اون زوجه بلژیکی، حتی اگر بخوایم این مورد جنایت جنگی رو ازش برداریم، آنقدر موارد واسم باقی میماند که آقای حمید نوری می بایستی به موج اونها به کیفر برسن. کشتن مردم، شکنجه کردن مردم بیگناه در زندان ها، اونها در حبس های طویل مدت نگاه داشتن، توطئه کردن بر علیه حقوق ذاتی مردم، و تمام 11 پاراگرافی که در بند 7 اساسنامه روم ذکر شده است، اینها همه به قدر کافی گویا هستند و شاهد هستند بر جنایت هایی که آقای حمید نوری مرتکب شده. حتما دوستان اینات بفهمید، آقای حمید نوری در دادگاه سوئدی تا اونجایی که شواهد و اخبار نشان میدهد به عنوان جنایتکار جنایت های جنگی محاکمه شد، ولی من عرض میکنم که علاوه بر این موارد متعدد زیادی هستش، مثل فرزن جنایت تجاوز به زنان و غیره، حتی مردان در زندان ها شکنجه کردن و امثال اینها، همه از مواردی هستش که میتوانند مصداقهای جنایت بین المللی باشن. از اتون تقاضا میکنم شما نگاه بکنید به ماده 7 اساسنامه روم یا اساسنامه دادگاه کیفر بین المللی زیر عنوان جنایت علیه بشریت یا جنایت ها علیه بشریت، کرایم اگینست هیومانیتی. خب یک دولت به دلیل اینکه این نوع جنایت ها بین المللی هستند موظف است که آن فرد را محاکمه بکنه یا مستند نماید. در این حال در بسیاری از کشورها طبق شواهد و آمارهایی که در اختیار ما امروز هست، 84% کشورهای عضو سازمان ملل متحد، یعنی 163 کشور جهان، در قانون گذاری داخلی خودشون پذیرفته اند که یک چنین اصلی را تمایل دارند به اجرا بگذارند. فرضاً دولت کانادا این کار را انجام داده است، یک پنال کود درست کرده، قانون جنایی درست کرده است در قانون گذاری داخلی، گفته است که اگر کسی دست به جنایت مثلا جنوساید بزنه یا شکنجه بکنه دیگران رو یا حالا هر نوع جنایتی، اون فرد مشمول این قاعده تحت تعقیب به قضایی قرار گرفتن یا مسترد شدن میباشه. پس اینا بفهمید که این مقدار موضوع داره پیچیده میشه، من پوزش میخوام یک بار دیگه باز رو مرور میکنم. از یک سو ما نظریه علمای حقوق رو داریم، حقوق بین الملل عرفی رو داریم و معاهدات بین الملل رو داریم که اینها به قدر کافی برای ما قانع کننده هستند که بپذیریم کسی که مرتکب جنایت بین المللی می شود باید محاکمه شود، یک بایستن است بدون هیچ نوع چون و چرا. هرچند که من عرض کردم که بحث حاکمیت اینا مشکلاتی است که بحث راه وجود داریم تیمه جای دیگر توضیح یا باید مساعد بشن. از طرف دیگه عرض کردم که ما بتونیم به منابع دیگری هم مراجعه بکنیم. دولت ها به موجب قراردادهایی که منعقد کردن یک تعهداتی دارن که جلسه پیشم عرض کردم خدمت شما، بهش که ارگامنس پارتیز، یک تعهداتی دارن که باید قبول کنن. یا برخی از کشورها اومدن محکومیت این نوع جنایتکارا رو در حقوق داخلی خودشون تصویب کردن، پس این جنایتکارا تحت هیچ شرایطی نمیتونه از زیر بار مسئله خودشون فرار کنه. این واقعیتی است که در محاکمه های اسدی و آقای حمید نوری اتفاق افتاد. من اینجا در پرانتز باز میکنم و به جولیان آسانج نگاه میکنم که یک بیننده محترمی فرموده بودن. بحث این است که آیا جولیان آسانج می تواند مسترد بشود از طرف انگلستان به امریکا یا نه؟ پرسش بسیار خوب این ها ایشون مطرح کرده و من چقدر خوشحال هستم که می بینم از زان هموطنم اینقدر تیزهوش و باریک بین هستن و دست روی نقاط اساسی می زن در حوزه اندیشه.
من معتقد هستم که مسئله اکسترادایت کرده اکسترادیشن یا مسترد نمودن آقای جولیان آسانج به امریکا موضوع حقوق بین الملل نیست. برای اینکه اکسترادیشن یا استرداد مربوط به مواردی هستش که به طور مشهود و مشخص آنگونه که فرزن ماده 17 اساسنامه روم توضیح میدهد اون فرد مرتکب جنایت بین المللی شده باشد. ماده 17 فرزن در حالا من خاطرم نیست پاراگراف 2 به گراویتی نگاه میکنه، میگه که یعنی مثل جنایت اونقدر فاحش باشه که وجدان انسانی به درد بیاره، منافع جامعه المللی رو به خطر بیندازه و قتل عام، اون فرد جنایتکار میبایستی مسترد شود. بحث این هستش که آیا آقای آسانج هم جنایتکار بین‌المللی هست یا نیست. شواهد نشان میدهد که نه، ایشان نیست. حداقل من رو به لحاظ توریک دارم عرض میکنم. ایالات متحده امریکا ایشون رو متهم کرده است به درز دادن اطلاعات سری که به موجب ممکن استش جان انسانهای زیادی به خطر بیفته و 18 مورد ایالات متحده امریکا آمده اونا لیست کرد. آقای جولیان آسانج وکلاش و خانمش معتقد هستند که نه، ایشون هیچ خطایی نکرده است. اطلاعاتی آقای آسانج بیرون داده یا به بیرون تراوش پیدا کرده یا درس کرده است اصطلاحا که بکنه برن، اینا اطلاعاتی هستش که مربوط هست به بدرفتاری و اقدامات جنایتکارانه خود امریکا در افغانستان و عراق. یه چیز نزدیک بگویا 66 هزار نفر بازداشت شدن، بازجویی شدن، شکنجه شدن، کشته شدن و همسال هم. بنابراین آقای آسانج بحثش این هست، اونایی که ازشون حواداری میکنن میگن که کاری که آقای آسانج انجام داده وظیفه متعهدانه روزنامه نگارش بوده و ایشون میبایستی نوع جنت ها رو باز میکرد و در اختیار افکار رو میتحانی برای. بنابراین اکسترادایت کردن یعنی مسترد ساختن ایشان از انگلستان به امریکا توجیه قانونی طبق حقوق بین الملل نداره. من خواهش خانم خانمی که فرد بودن عرض میکنم. خب حالا من برمیگردم سر بحث اصلی. الان بفهمید که وقتی که میگن که یک جنایتکار مستی مورد تعقیب قضایی قرار بگیره یا مستعد بشه بنابر تمام اون توضیحاتی که بنده پیشتر دادم، در برگیننده یک بحث دیگری میشه که به اون میگن صلاحیت جهانشون، یونیورسال جوریسدیکشن. بنابراین اگر که ما میخواهیم بدانیم یونیورسال جوریسدیکشن چی هستش، ناگزیر هستیم در ابتدا قاعده پروسیکوت اور اکسترادایت رو باید حتما بفهمیم، یعنی بدون این دومی قابل درک نیست. چرا که حتی از نقطه نظر حقوق بین الملل هرچند که لایه های متداخلی borderlines بین این دوتا وجود داره، بوردرلاین وجود داره، اما اینا دو تا معقول هست با دو ویژگی. صلاحیت جان شمول یعنی فرضاً صلاحیت دادگاه سوئدی یا صلاحیت دادگاه بلژیکی برای تحت پیگرد قرار دادن این دو جنایتکار نوری و اسدالله اسدی، اون صلاحیت به نام صلاحیت جان شمول قاعده ای هستش که برآمده از بحث پیشینی میشه که خدمت رو عرض داشتم. یعنی این منظور این هستش که اگر دولتی بخواهد جنایتکاری رو مورد پیگر قضایی قرار بدهد یا آن را مسترد نماید، اون دولت مثل این صلاحیت را داشته باشد. یعنی بدون صلاحیت اون قاعده اولی رو نمیشه انجام داد. یعنی دوتا به هم دیگه پیوستن، حتی دوتا موضوع هست. به موجب صلاحیت بین المللی باید ما در نظر بگیریم که هر دادگاهی در جهان در هر کشور می تواند حوزه صلاحیت قضایی خودش رو، جوریستیکشن خودش رو، این رو توسعه بخشد فراتر از ابعاد ملی مربوط به صلاحیت اون دادگاه. مثال بزنم که دادگاه سوئدی صلاحیت ملی داره مثل به جرایم و جنایت هایی که در دوران سوئد اتفاق افتاده است تصادف در سوئدی رسیدگی بکنه. این یک قاعده است. اساسا صلاحیت یعنی توانایی یک دادگاه برای محاکمه کردن متخلف. به این میگن صلاحیت. پس بحث توانایی است. ایبیلیتی اینجا، کیپیبیلیتی اینجا مطرحه. علمای حقوق
باز از زمان گروشس به این طرف، حتی ما ببینیم جلوتر، اگر شما ببینیم به سیسرو در گذشته ها نگاه بکنیم، در مثلا حقوق روم نشانه هایی هستش که بیان می دارن که دادگاه ها می توانند صلاحیت خود را توسعه ببخشند، گسترش بدهند، به گونه ای که اگر فردی مرتکب جنایت شده است، صرف نظر از اینکه اون فرد کجا زندگی میکنه، چه تابعیتی داره، یا فرضاً چه نوع جنایتی اون فرد مرتکب شده است، اون دادگاه دارای صلاحیت است که اون فرد را دستگیر بکنه، ببخشید اون فرد را مورد محاکمه قرار بده و اون اکسترادایت بکنه، اون مسترد بکنه. باز این حقه فهم درست منده؟ صلاحیت جهان شمول یعنی صلاحیت دادگاه برای به اجرا درآوردن اصل یا قاعده محاکمه کردن یا مسترد نمودن. این هستش که این ظرایف شاید برای ازام مفید باشه، حتی امیدوار هستم که سود نداشته باشه. خب صلاحیت جهان شمول بنابراین بیان می‌دارد که هر کسی که مرتکب جنایت بین‌المللی شده باشه با تمام اوصافی که مجموع عرض کردم، اون یک دادگاه در کشوری دارای این صلاحیت هست که اون فرد رو از فرزن مقامات پلیس اول پلیس رو فرد دستگیر بکنه، مثل کسی که تحصیل های مصداقی گرامی و یارانشون اتفاق افتاد، اون فرد رو جنایتکار رو دستگیر کردن برن به دادگاه. پس دادگاه صلاحیت دارد، یعنی اول بحث صلاحیت، آیا اصلا دادگاه صلاحیت دارد یا نه، یا دادگاه بلژیک آیا اصلا صلاحیت دارد یا نه. اینجاستش که یونیورسال جوریستیکشن مطرح میشه، صلاحیت جهان شمول. مثل اول احراز بشه، برای احراز شدن این صلاحیت دادگاه کشورها میبایستی پذیرفته باشند که صلاحیت جهان شمول را قبول دارند. مثال بزن، اگر که شما فرضاً به مقاول نامه بین‌المللی سرکوب فاینانس کردن توریسم نگاه بکنید یا بمبگذار توریسم نگاه بکنید، در اون مقابل نامه ها گفتش از کشورهای عضو میپذیرند که نه تنها مانع از این اقدامات توریستی بشوند، مانع از جنایت بشن و قصه الهازا، در این حال تمامی قواعد و ساز و کارهای لازم، یعنی اتفاهم درزمنده، همه ساز و کارهای لازم را میبایستی به کار گیرند تا هیچ جنایتکاری نتواند از مسئولیت جنایتکارانه خود فرار کند. این نوع تعهدات قراردادی، حتی که از کنند تحصیل 163 کشور جهان پذیرفته شده است. بنابراین دادگاه های ملی اون کشورها صلاحیت دارند تا یک فردی که تبع فرزن سوئد نیست یا بلژیک نیست و صرف نظر از اینکه جرم کجا اتفاق افتاده است، اون فرد رو صلاحیت دارند به دادگاه بکشانند. بنابراین صلاحیت جهان شمول لازمه ضروری اجرای اصل محاکمه کردن یا مسترد داشتن. حتما به این عرض منده این اطفال اینا دو تا حوزه هستند، برای پجرش کنم بیشتر اینا مفید هست که ما بخوام کنکاش بکنیم توی این کیسا وقتی دیم برای کتاب بسیار جالبی برسیم که خوب هست واقعا برای جریان مبارزات ایران و برای آینده ایران من تصور کنم. خیلی خوب، ما میتونیم کیس های متعددی رو مشاهده بکنیم، یک لیست بلند بالایی هستش، من خدمت شما میتونن بخونم و بعضیش اتفاقا اینجا یادداشت کنم که خدمت شما عرض بکنم. مثلا ما میبینیم که حالا اگر کجو باشه، مثلا ما میبینیم که فرضاً شاید در جلسه قبل عرض کردم که آقای هاپره رئیس جمهور چاد اصل کودتا برکنار میشه در سال 1990، به سنگال پناهنده میشه، سنگال به اون پناهندگی میده و این جنایتکار اونجا یک مأمن و یک جایگاه امن پیدا میکنه. مبارزین افریقایی تلاش میکنن، کوشش میکنن، در نهایت دولت بلژیک یک حکم صادر میکنه، حکم دستگیری ارسوران صادر میکنه و به سنگال میگه که سنگال تو وظیفه داری قاعده مجازات کردن یا مسترد نمودن رو دنبال بکنی، تعهد ارگامنس توه.
و من بلژیک، من دادگاه بلژیکی دارای صلاحیت جهان شمول هستم که اگر تو نمیخوای اون فرد رو محاکمه کنی، من محاکمش میکنم. این اتفاق افتاد، حداقل 2-3 مورد در اسپانیا تو افتاد. از نکات بسیار جالبی است، مثلا اون افسر نیردریایی که در آرژانتین در دوران جنگ کثیف جنایت زیادی کرده بود، یا دولت، یا کسانی که در السالوادور اون جنایتکاری که مثلا 6 کشیش کلیسای تبشیری رو به قتل رسوندن، یا نمیدونم فرزن بحث صلاحیت دادگاه امریکایی در خصوص محاکمه پسر رئیس جمهور لیبریا، اینها موارد متعددی هستن. شاید مهمترینش اصلا آدولف آیشمن باشه، مهمترین اونها شاید محاکمه آدولف آیشمن باشه که از آرژانتین رو بوده میشه میاد به اسرائیل و اسرائیل رو محاکمه میکنه. بنابراین اصل صلاحیت جان شمول در دادگاه ها در قبلا در رویه غزه بین المللی اتفاق افتاده است، نه اینکه فقط یه بار باشه. ما لیست، من حداقل شاید 15-16 مورد رو لیست کردم خدمت عزیزان که میتونن در روی اون نوشتار بنده اون رو مطالعه کنند. در تا آخرینش مورد آقای حمید نوروز، اما بسیار خرسند هست به خاطر این مسئله و قدردان اونها که زحمت زیاد کشید. خب من هم میتونم بحثم آقا رو بارم بیام جمع کنم و وارد بحث دیگری بشم. آنچه که از نقطه نظر حقوق بین الملل مهم هست در تا بحث آقای نوری، بحث دادگاه بلژیکی و بحث آقای جولیو آسانج، هر سه تا با هم این استش که این اقدامات حقوقی تابع دو اصل هستند. اصل اول میگوید فرد را مورد پیگرد قانونی قرار بدید، اونم اصلا زیر آیین دادرسی ملی خودتون فرد را مورد محاکمه قرار بدید، اونم مسترد. اصل دوم اینه که آیا اصلا چنین دادگاهی صلاحیت دارد یا ندارد، و اینکه اون دادگاه دادگاه ملی است نه بین‌المللی. اینا دو تا موضوع هستن که من مستحق خدمت شما از توضیح میدادم، اون دارستم که توضیحات بنده تونسته باشه در یه حدی زوایای پنهان قضیه رو باز بکنه. ولی باز یک مورد دیگه مستی روش تکیه بشه من فراموش کردم، نزدیکت هستم در بره، اون هستش که قاعده یا اصل محاکمه کردن یا مسترد نمودن یک موضوع دیگری را هم به مباحث حقوق بین‌الملل اضافه میکنه و اون قاعده تکمیلی بودن است، کامپلیمنتاریتی بهش میگن. بس این استش که اگر آن کشور حتی با داشتن صلاحیت جهان شمول، بفهم دوستان جهان شمول نگید جهانی، صلاحیت جهانی نیست، جهان شموله، یونیورسال جهان شمول جمع میگه، به نظرم معناش دقیق تر استش در بنان یک ترم حقوقی. اون فرض کنیم که کشور اکس اومد از یک آقای رو، یک خانمی رو سعی کرد به مجازات برسنه طبق همون اصولی خواهش رو عرض کردن، اما ممکن استش که نتونه یا مایل نباشه و داستان خیلی پیچیده هستش، خیلی پیچیده است. حالا با ساده اینجا سعی میکنیم بیان بکنیم. در این صورت میبایستی یک محمل قضایی بین‌المللی بیاد اون فرد رو محاکمه بکنه، فرضاً دادگاه کیفری بین‌المللی، این کورته، دوستانم بهش میگن دیوان، من ترجیح میدم دیوان رو معادل ترایبونال قرار، و اگر کورت بشه بگم دادگاه. دادگاه واژه محکم تریست. دادگاه کیفری بین المللی اینترنشنال کریمینال کورت در خاطرم نیست، اتفاق جالبه یه دست الان فراموش کردم که زودتر نگاه بکنم به شما ازم بگم یادداشت برداری کنم، در یکی از مواد خودش بیان می‌دارد که دادگاه هنگامی صالح برای رسیدگی به عمل جنایتکارانه فرد یا افرادی هست که دادگاه های ملی، فکر کنم ماده 17 است، برای ماده 17 که دادگاه های ملی یا قادر نباشند یا مایل نباشند فرد را محاکمه کنند. حالا اگر که این عدم قابلیت یا عدم تمایل ملاحظه بشود، معنیش نستش که اون کشور حاضر نیستش که صلاحیت جان شمول رو بپذیر. خب بعد چی کار کرد؟ میبایست اون جنایتکار رو تحویل یک دادگاه بین‌المللی داد.
اینجا اکسترادیشن یا مسترد نمودن همراه میشه با یک اصل دیگر حقوقی به نام قاعده تکمیلی بودن، مکمل بودن. منظور این استش که جامعه بین المللی به رغم تمام پیشرفت هایی که در حوزه پیگیری کیفری جنایتکاران داشته است، هنوز هم با اما و مکس هایی همراه است که برآمده از اصل حاکمیت دولت هاست. جامعه بین المللی میگوید که خیلی خوب، دولت ها، ما به حق حاکمیت شما احترام میگذاریم، شما اون فرد رو محاکمه بکن، یا اگر نمیخوای محاکمه کنی اونو مستردش کن، ما محاکمش کنیم. پس صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی صلاحیت اولیه نیست. دیوانهای پنا ترایبینال بودن در یوگسلاوی سابق و رواندا، اونها صلاحیتشون صلاحیت اولیه نبود، یعنی تعهد اولیه نداشتن، تعهد مکمل داشتن. میگفتن که چون دولت ها مایل نبودن یا تواناییش نداشتن، حالا به هر دلیلی، که اون جنایتکاران رو محاکمه بکنن و مجازات برسانن، پس این دادگاه ها تشکیل شدن برای این مسئله. اینجا من میتونم به یک جمع‌بندی ساده برسم، بگویم که در مورد هر سه پرسشی که دوستان عزیز مطرح کرده بودن، مورد بلژیکی، حتی ارزم مورد بلژیکی تصمیم پارلمان نیست، از این دادگاه بلژیکی اون فرد رو اومد محاکمه کرد و به حبس 20 سال محکوم کرد، و دادگاه سوئدی بعد کسی که اون بیننده محترم در خصوص آسانش پرسیده بودن، این سه مورد سه تا بحث رو در حقوق بین‌الملل در دورن خودش دارد. اولیش قاعده مورد پیگر قضایی قرار دادن یا مسترد داشتن، دومیش صلاحیت جهان شمول، و سومیش قاعده تکمیلی بودن، کامپلیمنتاریتی. امیدوارم که این مفید بوده باشه. من ناگزیر هستم به سرعتی که دو مورد دیگر رو حداقل خدمتتون عرض بکنم، خیلی تند و تند و ازش خارج بشم. ببینید، موردی که میخوام بهش با اجازه نگاه کنم بحث دفاع پیشدستان است. آقای خامنه ای، من اصلا واقعا نمیفهمم اینا اون کسانی که به این افراد میان مشاوره میدن کی هستن. خب میشه قضاوت کرد بگیم بله اینا این اصلا اصلا، تا در یک نگاه علمی واقعا اینها به نظر میسید تا کوچکترین فهمی از موضوعات بین‌المللی و حقوق بین‌الملل ندارن، اصلا اینا درک نمی کنن دارن چی میگن، یعنی بلاحت عجیب وجود اینها در وقیه. اصلا اگه ما بخوام خیلی خوشبینانه نگاه بکنیم، خب بدبینانش هست این جنایتکار اصلا نقیه خوب داستانی که هست مرنا میتونه قضاوت بکنه نقیه مرنا بسش. وقتی که میگویم که فرضاً کشور میخواد از خود دفاع بکنه، فرضاً اینها میگن خیلی خوب روسیه داره خودش دفاع میکنه به خاطر اینکه ناتو اومده از حضور خودش در پشت مرزهای اوکراین رسونده و بنابراین روسیه خودش دفاع بکنه. به این میگن دفاع پیش دستانه یا حمله پیش دستانه. میشه پریمپتیو. از دوستان خواهش میکنم که به واژه نت بفرمایید پری، پی آر ای، امپتیو. این رو با پریونتیو اشتباه نگیرید، از آن دعاظه میکنم برای که فرق دارم با هم دیگه. اونی که در اتفاق میفته که الان خدمت شما توضیح بدم، حتی در مورد اسرائیل هم اتفاق این صادق هستش، خوب این هم بهش اشاره بکنیم، بهش میگم preemptive war or preemptive self-defense یا preemptive attack که فارسیش میشد دفاع پیش دستان. دفاع پیش دستان چی؟ ببینید، برای اولین بار در سال 1835 فکر میکنم یک واقعی در کانادا اتفاق افتاد، در رودخانه ناگارا، ببخشید نیاگارا، یک کشتی به نام کارلاین. این کشتی کمک میکرد به اون مبارزان کانادایی که علیه استعمار یوگسلاوی میجنگیدن و حمایت امریکایی را هم داشتن در اون ایام در قرن 19. دولت انگلستان در آن زمان که کشور کانادا در کنترلش بود، به این نتیجه رسید که میبایست این کشتی رو منهدم بکنه، برای که این کشتی یک خطر جدی، سریع و بدون غیر قابل پیش بینی هستش و این منافع انگلستان رو به خطر میاندازه، واسه برافس اون کشتی رو نابود کنه. اینا حمله کردن، کشتی رو تصرف کردن، آتش زدن و نابودش کردن.
اینجا یک قاعده خلق شد در حقوق بین الملل به نام preemptive self defense. بازم عرض بکنم preemptive، شما میتونید بزنید pre خط تیره emptive، ولی ننویسید preventive، اینا دوتا مسئله است کاملا متفاوت. حالا شما یه جلسه بگذارم یه موقع پاورپوینت سلاید دوست و بیم نورا توضیح بینم برای کسی که علاوه هستم یه خونه سخت هیچ دست دوست. یک قاعده خلق شد به نام دفاع پیش دستانه یا دفاع مشروع پیش دستانه. البته اگر شما علاقه مند فلسفه سیاسی باشه، اگر به کارهای تاماس هابس نگاه بکنید در لیوایتن، در لیوایتن جای هابس توضیح میدهد، میگوید که اگر در جامعه نظم نباشد، هر کسی حق دارد دست به هر کاری بزند و هر کسی حق دارد به هر شکلی که میتواند از خود دفاع بکند و اگر فردی تشخیص میده که ممکن است یک خطری در آنجا در کمینش باشد که اون خطر ممکن است در آینده بر اون فرد موضوعات ضرر و زیان را ایجاد بکنه، این فرد زیر عنوان دفاع پیشدستانه میتواند اون خطر بالقوه رو نابود بکنه. این شد مایه های فکری دفاع پیشدستانه. دفاع پیشدستانه یک شرایطی رو باید داشته باشه، من خیلی ساده عرض بکنم. ببخشید قبل از که عرض بکنم یه فراموش کردم یه چیز رو بگم. ببینید ما اگر که نگاه بکنیم به منشور ملل متحد ماده دو پاراگراف چهار، چک بکنید ببینید اگر من اشتباه میکنم من رو لطفا اصلاح کنید، میگوید که هیچ کشوری در جامعه بین المللی حتی در نظام بین المللی دولت ها حق استفاده از نیروی نظامی یا تهدید به نیروی نظامی کاربرد نیروی نظامی در کشور دیگری را نداره. این ممنوعیت اکیده که در واقع سازنده یا شالوده جنایت جنگ تجاوزکارانه را و بنیان می‌دهد. به موجب این ماده اگر کشوری تهدید بکنه کشور دیگری رو یا کشور دیگر حمله بکنه یا توطئه بکنه، حالا هر کاری میخواد انجام بده، این کشور اصلی ترین و اصولی ترین قاعده حقوقی بین الملل که بهش میگوین یوس کوژنس، من قبلا خدمتتون عرض کردم این قاعده چی هستش، اینا اون فرق اون کشور هست نقض کرده است. پس تحت هیچ شرایط نمیشه دست به جنگ زد. تنها راه این هستش که مشکلات رو از طریق گفتگو برن دنبال بکنن و حل بکنن. خود طبیعی طبیعی هست، این منطق یک انسان مدرن، انسان متمدن، انسانی که فکر میتونه بکنه، میگه من با تو دعوا ندارم. آدم جاهل خون بسیجی چما آدم میزدت خیام میگه بزنی من رو بکشید. اگه یک مقداری خرد باشه، این مقداری اقلانیت باشه، این کار نمیکنه. و آخری میشه مشکلات رو فرزن حتی من نظر من هستش مشکل ایران مفتر گفتی و قابل حل نیست، باید سعی کنم اینجا این مثال بزنم و بعد نظر من معرض شد. حالا اگر فرض بکنیم که یه جور دیگه اینطوری بگم، اگر با اسرائیل هم اختلافاتی هست که نیست، اینها اختلاف دارن نه اونها، خب مثل ازم از طریق مزار دیپلماتیک، دیپلماسی مردمی و مکانیزم های مختلف وجود داره که مشکل حل کرد. پس شما که میاد تهدید میکنید فرضاً باید یک جانت بین الملل رو مرتکب میشه. خب منشور ملل متحد در ماده 51 میگه که جنگ رو فقط در یک صورت میشود پذیرفت. اون وقت هستش که دفاع مشروع باشه. کشور شما مورد حمله کشور دیگری قرار گرفته است، میبایستی از خود دفاع کنه. اگر که هواداران پوتین و چپهای ایرانی مثل سایت پیکنت به آسمان برن به زمین بیان، به جز گمراه کردن هم کسانی که مثل خودش فکر میکنن کار دیگر نمیتونه انجام بده. اینا در بحث حقوقی حتی یک دقیقه هم نمیتونن طاقت بیارن. جنگ تحت هیچ شرایطی نباید اتفاق بیفته. خب جنگ رو فقط وقتی میشه انجام داد که دفاع مشروع باشه. دفاع مشروع رو اومده از منشور ملل متحد در ماده 51 توضیح داده. حالا شاید یه جلسه من اینها رو بیان توضیح داده با مثال باشه. اما جامعه بین المللی تمایل داشته است تا فراتر از مفاد منشور ملل متحد ماده 51 دو نوع جنگ دیگر هم با اما و اگرهایی با شرایطی بگوید اونها میتونه مشروع باشن. یکیش هست
مداخله بشر دوستانه، یعنی شما مداخله میکنید به نفع انسان ها و یک دیکتاتور رو از سرکوب مردمان خودش چه باز میدارید که سلکتیو انجام شده. چه بحث خیلی گسترده است، خیلی جذابه. یکش اینه فتح از منشور، نوع دیگرش همون دفاع پیش دستانه است. خب بشه عرض کرد، خب دفاع پیش دستانه بنابراین ادعا می شود که نوعی دفاع مشروع است. حالا شما ببینید چقدر موضوع پیچیده میشه. حکومت ایران، شخص خامنه ای با یک جنایتکار به نام پوتین با هم دیدار میکنن، گفتگو میکنن. حالا واژه‌های زیادی هم مردم به کار میبرن، سرسپردگی و غیره، همه اینا هم درست هست، مطمئن از دید با نگاه علمی واژه‌ها به کار نمیبرن. اینکه ایشون آقای پوتین اومده از حمله کرده است، تظاهر نظامی انجام داده و دولت ایران هم در انجام اون تجاوز یا در توجون تجاوز در اون جنات شریک هست. شنر خانه هم یک جنات کار بین رویست و کسانی که تو مجموع هستن، تو اتاق فکری هستن، اتاق فکر هستن. این ها میگن که ما داریم دفاع پیش دستانه میکنیم. اما من در خواهد بچه اینجا عرض بکنم که این توضیحات اینها به موجب حقوق بین الملل قابل پذیرش نیست. یعنی هیچ دادگاه بین المللی، هیچ کنفرانس، میزگر، دانشگاه، نمیدونم دانشکده ای توجیهات آقای پوتین، آقای خامنه ای و دوستانشون رو قبول نمی کنه که من برای شما بگم به چه دل. اینجا در پانتز عرض بکنم که اسرائیل همین حرف رو میزنن. مثلا اسرائیل اومدن در نمیدونم دهه 80 که حمله کردن به اون نیروگاه های اتمی در عراق و نزدیک بغداد 19 دن. اسم چی بود؟ آزیراک یه همچه اسمی داشت، من خاطرم نیست. اسمش گذاشتن preemptive defense. یاد اسرائیل ها امروز دارن به فرزن انبار مهمات ایرانی سوریه حمله میکنن یا کسانی از اون صحبا صحبه میبرن و غیره، اسمش هم بزن دفاع مشروع، باشه دفاع پیش دستانه. به درستی دفاع پیش دستانه چی هستش؟ من خیلی کوتاه عرض میکنم، قضاوت رو باتش نامیزم. حداقل در این قضاوت بر اساس دیدگاه خود بنده، مواضع جمهوری اسلامی در روسیه تحت هیچ عنوانی قابل قبول نیست. شرط چی هستن؟ میگویند که دفاع پیش دستانه میبایستی چهار تا شرط داشته باشه. من بس از اون نوت ها بخونم. یک، ضرورت دفاع از خود وجود داشته باشد. اسرائیل میگه که این ضرورت احساس میشه، برای که شما دائما میگید که مرگ بر اسرائیل، ما اسرائیل رو میخوام نابود بکنیم، موشک میسازیم، به حزب الله نمیدونم اسلحه میدیم و غیره. این ضرورت برای من وجود دارد، پس این شرط محقق میشود. ولی نمیدونم گسترش نیتو در پشت دروازه روسیه نمیتونه ضرورت تلقی بشه. باز من قضاوت با شما میگم، با دارم نظر خودم دارم عرض میکنم. پس اولی شرط این هستش که یا عناصر تشکیل دهنده دفاع پیش دستانه یا پری امپتیو دیفنس یا پری امپتیو سلف دیفنس اینا هستن. یک، ضرورت دفاع از خود. دو، اینستانت اوورولمینگ، یعنی غافلگیری آنی و فوری دیده بشه. یعنی مثلا میبینه که فرزن یک کشوری که طرفش اون کس که دشمن هستش، فرزن به طور غافلگیرانه یک اقدامات خیلی پیچیده رو انجام داده، این اونها رو وامی دارد که از خودشون دفاع پیش دستانه داشته باشن. دومین عنصر. سومین عنصر این هستش که انتخاب دیگری در راه نباشه، هیچ انتخاب دیگری نباشه که بشه اختلافات رو بگونی مستند آمیز حل کرد. اسرائیل هیچ راهی دیگه برش نیست و چی کار بکنه؟ اصلا جمهوری اسلامی اونها رو به رسمیت نمیشه از خود اونها گفتگو بکنه. ولی در مورد روسیه این فاکتور وجود نداره. راه های متعدد برای حل اختلافات بوده است. اگر که اونها بخواهم بگن نیتو، بخش ناتو گسترشش فرزن خطر بوده است برای روسیه. عنصر چهارم این استش که میبایستی اون شرایط فرضی نباشد، عینی باشد. حالا من یه بار دیگه مرور میکنم. preemptive defense از همه مهمتر میگوید که خطر میبایستی
قریب الوقوع باشه، عینی باشه، ذرات دفاع از خود رو بتونه توضیح بده، در برگیرنده ابعاد غافلگیرانه آنی و فوری و فوتی باشه و انتخاب دیگری در کار نباشه. این رو بهش میگن preemptive defense یا دفاع مشروع پیش دستانه، که متفاوت هستش از دفاع مشروع پیشگیرانه. پیشگیرانه این هستش فرزند دو کشور به هم دیگه اختلاف دارن، فرزند در جنگ بحران کوبا موشک‌های روسی در اونجا مستقر شدن و این داشتن میدیدن که میخوان پیشگیری کنن، اما پیشگیرانه نبود. یا حتی مثلا یک نوع دفاع دیگری هستش که بهش میگن interceptive defense، دفاعی که رهگیرانه است، یعنی شما میتونید حرکات دشمن رو رهگیری بکنید و به این نتیجه رسید که حضور اون دشمن برای شما فرضاً خطرناک است. من این رو سعی کردم در این حد توضیح بدم. پس این افران دوستان دفاع به بحث مشروع، دفاع مشروع پیشگیرانه preemptive defense بایستی با این ویژگی ها همراه باشد که جامعه بین المللی بتواند آن را بپذیرد. من خیلی صحبت کردم، میبایستی بحث دیگری رو باز میکردم، متاسفانه وقت من اجازه نمیده، فقط خیلی گذرا به بعضش اشاره میکنم. اون چیزی که در ایران یکی از اصلاح طلبا دارن میگویند که قطبندی جامعه بنده باش، کاملا مخالف هستم، 100% مخالف هستم. قطبندی نیست، بلکه یک نبرد نابرابر میان مردم ستم دیده و مظلوم هست با یک حکومت، با یک نظام سیاسی جبار جاهل نابخردی که به جز اون ابعاد جامد ذهنی خودش دنیا دیگری نمیتونه ببینه. اگر شما بخواهید فرضاً به بحث خانم ها به عنوان ایران نگاه بکنید، نوسفه منشروع میرن متقره بخونید، امام زن و بشر بخونید و اصلاد متعدد حقوق بین الملل هست که همونها بیان میدارن که این حق ذاتی خانم ها هستش که آزاد باشن، انتخاب بکنن. حق ذاتی همه هست که انتخاب بکنن و زندگی همونه که میخوان هدایت بکنن. و قص الهازا جمهور اسلامی تمام این قواعد حقوق بین الملل رو نادیده میگیره. بنابراین اگر مردم امروزه بحث حجاب رو باز کردن و آمدن توی خیابان ها، هم خانم ها هم آقایان، اینها به دلیل این هستش در ایران توسط حکومت دینی اکوالیتی کلن انکار میشه، اکویتی انکار میشه و جندر اکویتی هم انکار میشه. من واژه ها رو به انگلیسی به کار بردم که عزیزان به مفاهیم دقیقش، معانی دقیقش دقت داشته باشه. این رو بعد پس وارد بحثم نمیتونم بشم و عرض بکنم که گمراه کننده هستش که ما ببینیم جامعه رندر داره قطب بندی میشه. این رو متاسفانه این بازی ها رو در میان یه دهی از کسان به باور بنده خیانت کننده با آینده کشور که من رو بترسونم که بله خوب خطر جنگ در پیش هستش. فقط سلاحظا من با پوزش مایل هستم یک بحث خیلی ساده دیگری خیلی فشرده داشته باشم و بعد از پوزش ما برخص شد. ببینید یک از پرسش هایی که مطرح شد این هستش خوره بچی کار کرد و ما فرض کنیم که اون قاعده از صلاحیت جان شمول هستش، اون قاعده مجازات کردن یا مستر کردن، همه اینا درست، ولی خب دولت ها گوش نمی کنه و چی کار میکنه. ولی خب دادگاه بلژیک اومده است آقای اسدالله اسدی رو فرضاً مجازات کرده، محاکمه کرده و مجازات کرده است. حالا میخوام این رو مبادله کنم با ایران، متاسفانه دولت این کار رو میکنه. من یه نامه نوشتم به رئیس مجلس نمایندگان پارلمان بلژیک و توضیح دادم در 7 بند که دولت بلژیک دارد بنابر این دلایل تعهد خودش رو نقض میکنه. اما رو با دیدگاه حقوق بین الملل دقیق توضیح دادم، ترجمه فارسی رو کیهان محترم لندن چاپ کرد. اگر علاقه من باشن دوستان ما عبتن رو نگاه کنند، فعلاً به ذهن آمد که وسای بهبانی عزیزم بفرستم که شاید ایش نمیتون رو بازنش بدن در رسانه میان. خب دولت ها دارن این کار رو میکنن. چرا این کار رو میکنن؟ به خاطر اینکه من معتقد هستم جامعه مدنی ایرانی هنوز وارد مراحل صحیحی از مبارزه مدنی نشده. این تصور من است، نمیگم باور دارم، تصور میکنم که اگر اشتباه میکنم از اون بنده رو لطفا اصلاح بکنم. ببینید
آنچه که در ایران اتفاق میفته مردم ایران هستند که باید تصمیم بگیرن و حقوق خودشون رو استیفا بکنن. من قبلا در تلویزیون چند تا صحبت داشتم، چند تا مقاله مفصل هم نوشتم راجع به تکنیک های مبارزه مدنی. این همش موجوده که متاسفانه شاید 95% اینها اصلا نادیده گرفته میشه توسط کسانی که درگیر در مبارزه مدنی هست. من اینکه اینها نمیدانن، اصلا من خدا خبر نده که چنین مقالاتی نوشته شده یا چنین صحبتی شده است که شاید بتونن از اونها بهره بگیرن. با این حال اون مردم ایران هستن که باید و دارن تلاش میکنن به حق خودشون برسن و میرسن، اصلا در این تردید نیست. حالا من اینجا یک استرات فلسفی دارم که نمیدونم واردش بشن. اما برای کسانی که خارج کشور هستن، اونها تعهد چی هستش؟ میگن که بله ما با صدای مردم ایران باشیم و غیره. من با همه اینا موافق هست، اما فکر میکنم که جامعه مدنی خارج کشور گرفتار یک سری مشکلات هست. مشکلات خیلی کوتاه عرض میکنم. اگر علاقه مند بودن از آن که صدای من رو میشنون، همه اگه بکنن اعتماد خدمت چیم بتونن ها جزئیات شد توضیح بدم که مشکلات چی هست و چی کار مستی کرد. ببینید ما گروه های متعددی داریم که همشون میگن ما مبارزه میکنیم و قص الاس تلاش هم میکنن، زحمت هم زیاد میکشن، دستشون هم درد نکنه، ما براشون آرزوی موفقیت داریم برای اینکه اینها دارن تلاش میکنن برای استقرار اصل انسانی، درش تردید نیست. ولی اینها از ضعف هایی برخوردار هستن که اون ضعف ها باعث میشود که دولت ها بیان دست به معامله بزنن، برای اینکه مقاومت جدی مؤثر در سر راه تصمیم گیری دولت ها وجود نداره. مشکلات چی هستن به جامعه مدنی؟ من برخیش اینجا نوشتم. ببینید جامعه مدنی ایرانی دوچار نخبه گرایی است، الیتیزم. یعنی یک فرد یا افرادی فقط آمدن مسئولیت این گروه اون گروه اون گروه گرفتن و با همدیگه هم هیچ نوع همکاری و تبادل نظر نداره. این نخبه گرایی یکی از اصلی ترین معضلات بر سر راه جامعه مدنی ایرانی امروز مقیم خارج کشور است که گروه های متعددی هستن. اگر ما در این مبارزه میکنیم، مبارزه میکنند، اما اگر مبارزات آنها مؤثر واقع نمیشود، دولت ها اون معاملات انجام ندن، به خاطر این استش که اونها به واقع جامعه مدنی نیستن، اینها اصول جامعه مدنی نمیشناسن. من فکر میکنم پوزش بخوام اگر که ایران از آن صدای بندر میشتمن و تو رو خدا تصور نگوی من آدم متبختری هستم، من تصور میکنم که شما اون دوستان عزیز اصول اصلی ارگانهای جامعه مدنی رو نمیشناسن. نخبه گرایی بزرگتر مشکله. این نخبه گرایی باعث شده تا گراسروتس، تا تحرکات مردمی نتونه به جامعه مدنی ها راه پیدا کنه. برای بنابراین نیازها رو نمیتونن بشناسن، دردها رو نمیتونن بشناسن، صداهای واقعی به گوششون نمیرسه. صدا از طریق رسانه جمعی میگیره که اکثرا بایاس هست، اکثرا با این اساسا و اصیل نیستن. در نتیجه اعتراضات رو نمیتونن تشخیص بدن، تنگناها رو نمیتونن بشناسن، آگاهی های خودشون نمیتونن درست بیان توسعه ببخشن. یعنی خمایه تأسف هست که مثلا صحبت از دموکراسی میشه، صحبت از سیکولاریسم میشه، صحبت از جمهوریت میشه، ولی اینها همون سازمان های جامعه مدنی نخبه گرا این مفاهیم رو نمیشناسن، لذا نمیتوانند آگاهی های زر رو در میان مردم ایجاد بکنند. بنابراین هستنشون با جو بیعتمادی و سوء زن هم رابطه است. این نخبه گرایی باعث شده که جامعه مدنی نه تنها از مردم فاصله بگیره، بلکه ارگانهای جامعه مدنی از همدیگه هم بیان فاصله بگیره و در نهایت فاقد توان لازم برای رهبری گروه های مدنی برای ایجاد فشار بر دولت هست. یه بحث خیلی مفصله، شاید بشه اینجا اینها رو بازش کنیم. دومین مشکل این هستش که نهادهای جامعه مدنی ایرانی خارج کشور تلاش کافی و لازم برای ایجاد نهادهای جدیدی که در برگیرنده مشارکت شفاف، مسئولانه و آگاهانه برای رفع موانع داشته باشد را دنبال نمی کنند. من یه مثال میذارم. یک سازمانی هست به نام اون پنل بین دولتی، حالا بین المللی تغییرات محیط زیستی، 1900 متفکر در دنیا را جمع کرده و یک ظرفیت عظیم فکری ایجاد کرده. تصور همین متفکران، بنده یه عضوی هستن در کنار همون اتفاق تو همین مجموعه،
و اینها از نقطه نظرات این صاحب نظر استفاده میکنن که ببینن باید چی کار بکنن. جامعه مدنی ایرانی متاسفانه نتونست وارد این مجاری بشه. دائما سمینار دارن، دائما سخنرانی دارن، دائما افراد دعوت می سخنرانی بکنن، ولی اینها نتوانست است به نهادسازی در درون جامعه مدنی منجر بشد، به خاطر که اینها آگاهی های لازم را ندارند. حتی متاسفانه در مواردی اون شاروده های بنیادین مبارزه مدنی و نهادسازی رو نمیدونم. و خیلی کوتاه عرض بکنم، به سرعت برم جلو. اینها نتوانستن تعادل قدرت، توازن قدرت در درون خودشون ایجاد بکنن، به خاطر همون مشکل نخبه گرایی. یک نفر تصمیم میگیرد یا دو نفر یا جمع محدودی، حالا اسمش نمیدونم شورای نامگذار یا هر چی میخواد باشه. من واقعا به همه از آن احترام میگذارم، فقط وظیفه این است که بیان بکنم که اینها نتوانستن به دلیل عدم درک صحیح مفهوم دموکراسی، یعنی ایجاد یک فضای معنادار مشارکتی که در آن بتوانند مردم مشارکت داشته باشند، نقطه نظر خودش رو بیان بکنه و متفکران متخصصان هم در حوزه مختلف، در حوزه فلسفه سیاسی، در رابطه بین الملل، در حوزه نوآوری هم اونجا مشارکت بکنند. به خاطر این ناتوانی‌های جامعه مدنی، دولت‌ها هر کار می‌خواهند می‌کنند و جامعه ایرانی هم جز تحلیل خبری، فقط تحلیل‌های سیاسی خبری، هیچ کار دیگری متأسفانه انجام نمی‌دهد. متأسفانه من وقتی داشتم بحث خانم دریا صفایی رو در بلژیک گوش می‌کردم و می‌خواندم، دیدم که ایشون گفتش که حالا با همه تلاش کردن فرضاً مثلا 10 تا نظر موافق به دست بیاره. به خاطر اینکه جامعه مدنی ما درست عمل نمی‌کنه. جامعه مدنی ما نتونسته است ارزش‌های مشترک رو تعریف بکنه، بگه اصلا ما برای چی داریم مبارزه. خب این مفاهیمی که داریم همش مثل نقل نبات داریم هر روز تکرار می‌کنیم، اینا چی هستن؟ ببین اینا رو باز بکنم. حداقل تجربه بنده نشون داده است که بسیار از عزیزان با این موضوع آشنایی ندارن. خب من معتقد هستم که جامعه مدنی هنوز خودش رو آماده نکرده از مردم یاد بگیرد. مردم درک می‌کنن، مردم فهمیدن، مردم فهیم و روشنگر و روشن فکر و تیزبین و دقیق هستن. جامعه مدنی نتانسته است از این ظرفیت عظیم فکری مردم استفاده بکنه، حالا متخصصان پروفشنال آجای این که دائما سرگرم بکنن با تحلیل های خبر سیاسی، متاسفانه نمیتونه به جامعه مدنی توانی بده که بتون در مقابل دولت ها ایستاده بکنن. جامعه مدنی منابع موجود رو نمیشناسه تا از اونها استفاده بکنه. شبکه های متعددی بین المللی هستن که میشه اونها لینک شد و میشه این صدا رو بسیار بلند کرد و امواج بسیار قدرتمند جهانی ایجاد کرد که دولت ها رو تحت فشار قرار داده، ولی جامعه مدنی ایرانی این کارو نمیکنه. خودش تو حسارهای خودش محبوس کرده، فقط حرفی خودش داره میزنه. اون حرفا یا در جلسات هفتگی هستش یا توی تلویزیون های رنگارنگ و غیره، جنبه ظاهری برای خودش پیدا کرده است. خیلی بحث هستش که من متاسفانه دیگه از نیم تا وقت شما از رو بگیرم. خیلی گزارش خواهم، اگر که ساعت طولانی شد حالا شاید اگر عمری بود یک جلسه رو اختصاص بدم به این مشکلات و بگم که جامعه مدنی چی کار میتونه بکنه. البته عرض بنده فقط در حد پیشنهاد هست، بنده جسارت نمی کنم که بگم، بنده میدانم، نه فقط بنا یک انسان دردمند میخوام عرض بکنم که از نام باید شما باید از این لاک های بی موردی که تبدیلشان به دک شدن باید خارج بشید. اگر تصور میکنید جامعه مدنی هستید و اگر واقعا تصور میخواهید با اون نهضت واقعی و اصیل مردم در ایران برای راه بخش، اگر میخواهید همراه باشید، این راه ها که شما دنبال میکنید ضرورت هم به سرانجامی نخواهد رسید. دولت هم کارشون انجام میدن و تمام امام شده از کارمون سرگرمی و این داستان. امیدوارم که از این عرضه بنده در این هفته در حدی که توانسته باشم سودمند واقع شده باشه. ممنون از توجه شما و بازم تشکر و سپاس از عزیزانی که به بنده نقطه نظر ارائه میدن، بنده رو اصلاح میکنن یا ترغیب میکنن که چگونه صحبت بکنم. و بازم عرض بکنم اگر که عزیزان موضوع خاصی در نظرشون هست که مثلی بحث بشه، محبت کنید ایمیل بزنید یا کامنت بنویسید به من یادآوری بکنید تا خودم رو آماده کنم که اگر بلد باشم، اگر در حد صلاحیت بنده باشد، مطالعه بکنم و سنجیده بیام و در خدمت شما عزیزان باشم. امیدوار هستیم که همه یه روزی به اون آگاهی واقعی برسیم که راه های مؤثر تأثیر گذار، در واقع تأثیر گذار اساسی در باب مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی و ستم رو بتونیم دنبال بکنیم و به امید رهایی
مردم عزیز ایران، همه مردم مظلوم دنیا، مخصوصا برادران و احسان عزیز افغان ما. خب واقعا اینا عضو خانواده فارس زبان هستند و گرفتار این مصیبت ها در آن کشور شده. امیدوارم که دوستان همگی در کاری که انجام میدید موفق و سربلند بشید و با امید آینده روشن برای ایران عزیز ما، برای مردم از ایران، برای مردم از افغانستان و همه مظلوم دنیا. روز شما بخیر، شب شما بخیر در هر